آیت الله دکتر و غول مشکلات اقتصادی ایران. در صدومین روز آغاز به کار آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی در ایران، جمعی از کارشناسان اقتصادی را گرد هم آورد تا برای خروج ایران از بحران اقتصادی که کنونی چاره‌اندیشی کنند. در آغاز این گرد همایی آیت الله دکتر از حاضران خواست که راه حل‌های خود را در چارچوب تعلیمات الهی امام خمینی و آیت الله العظمی علی خامنه‌ای رهبر عالی قدر مسلمانان جهان ارائه دهند. سپس او 4 پرسش را به عنوان زمینه‌های اصلی بحث مطرح کرد. چرا سال هاست که جمهوری اسلامی برخلاف اکثر کشورهای در حال رشد نمی‌تواند از مرز 1% رشد سالانه فراتر برود؟ رشدی که با توجه به افزایش جمعیت در واقع منفی است. به عبارت دیگر، چرا ایران زیر سلطه جمهوری اسلامی سال به سال فقیرتر می شود؟ پرسش دیگر این بود: چرا به رغم همه کوشش ها نرخ تورم در ایران 2 رقمی است و اگر پیش بینی کارشناسان درست باشد می تواند 3 رقمی بشود؟ سومین پرسش این بود: چرا عرضه یارانه های سال به سال بیشتر به کاهش سطح فقر در کشور کمکی نمی کند؟ به عبارت دیگر، چرا درصد ایرانیانی که زیر خط فقر به سر میبرند از 20% در سال 1357 به 40% در سال گذشته رسیده است؟ پرسش 4 مربوط بود به کاهش ارزش ریال یا تومان، پول ملی ایران، که از 70 ریال به 1 دلار آمریکا در سال 1357 به 220 هزار ریال در برابر 1 دلار در سال جاری رسیده است. بعضی کارشناسان حاضر در جلسه حتی پیش بینی می‌کنند که در دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی شاهد دلار 500 هزار تومانی نیز باشیم. اگر نخواهیم حسن نیت آیت الله دکتر را زیر سوال ببریم، باید گفت کم اطلاعی، اگر نخواهیم بگوییم بی اطلاعی او از واقعیت‌های مسلکی و ساختاری جمهوری اسلامی حیرت انگیز است. اگر اشاره آیت الله دکتر به تعلیمات امام خمینی را جدی بگیریم، باید پرسید چرا برای حل مشکلات اقتصادی از اقتصاددانان دعوت کرده اید، در حالی که امام راحل راه حل همه مشکلات را در اسلام، البته به تعبیر خاص خودش میدید. خمینی میگوید قرآن راه حل همه مشکلات بشر است. حکومت اسلامی مثل حکومت‌های عادی نیست. حکومت‌های عادی به هر رژیمی که باشند فقط متکلف به حفظ نظم خودشان هستند و اگر عدالت داشته باشند نمی‌گذارند کسی به کسی ظلم کند. اگر خودش حاکم عادلی باشد به دیگران ظلم نمی‌کند، اما افراد جامعه در خانه خود هر کار که بخواهند نمی‌توانند بکنند. می‌خواهند در داخل منزل شرب خمر کنند، قماربازی و کثافت‌کاری بکنند. حکومت کاری به کار آنان ندارد، اما حکومت اسلام اینطور نیست که فقط بابت سیاست مسلکی کار داشته باشد. اسلام تمامش سیاست است. اسلام برای تمام مسائل و تمام زندگی انسان از قبل تولد تا روز تولد و تا موقعی که وارد قبر می‌شود دستور و حکم دارد. نمی توانید تصور کنید که یک چیزی در عالم یا یک واقعی در عالم اتفاق بیفتد و اسلام برای آن حکم نداشته باشد. اسلام حتی بعد از مردن انسان هم برای او حکم دارد. امام خمینی در جای دیگر یادآور می شود که آخرین کلام در هر مسئله متعلق است به علمای اسلام که می توانند حتی برای سوالهایی که در آینده ممکن است عرضه شود جوابهای لازم را عرضه کند. او می افزاید اسلام از وقتی زاییده شد، آن روزی که اعلام شد، از آن روز برنامه‌اش این بود که برای اصلاح جامعه و پیشرفت آن بزند و بکشد و کشته شود. این باغدارها و کاروان‌دارهای قریش دشمن جامعه هستند. اینها باید از بین بروند. از اول اسلام وضعش این بوده است. به گفته امام خمینی جواب هر مسئله را باید از علما بخواهید. میگویند ما اسلامی را میخواهیم که سیاست نباشد. اسلام میخواهیم، ملا نمیخواهیم. اسلام بی آخوند اصلا نمیشود. پیغمبر صلوات الله علیه هم آخوند بود. پیغمبر صلوات الله علیه یکی از آخوندهای بزرگ بود. امام صادق علیه السلام هم آخوند بود. به عبارت دیگر آیت الله دکتر به جای جمع کردن کارشناسان اقتصادی میبایستی از حوزه قم یاری میطلبید و جمعی از علما را برای یافتن راه حل مشکلات اقتصادی ایران دور هم جمع می کرد. پس چرا این کار را نکرد؟ پاسخ دقیق این پرسش را شاید کسی جز شخص آیت الله دکتر نداند.
اما میتوان حد زد که آیت الله دکتر مانند بسیاری دیگر در میان ارباب امام اندک اندک متوجه شدند که امام راحل آنان در عالم هپروت خود اسیر بود و کمترین درکی از واقعیت‌های دنیای واقعی یا به قول خودش دنیای مادی که در آن سیاست و دین دو فضای مشخص از یکدیگرند بی آن که الزاماً خصم یکدیگر باشند نداشت. این واقعیت که رئیسی اصرار دارد عنوان دکتر، یعنی عنوانی را که کفار اختراع کردند، کنار عنوان آیت الله به کار برد، نشان می‌دهد که می‌فهمد لقب آیت الله دیگر آن وجهه‌ای را که شاید تا نیم قرن پیش در میان بخشی از ایرانیان داشت ندارد. به عبارت دیگر، دکتر بودن یک چیز است و آیت الله بودن یک چیز دیگر. همانطور که دین یک مقوله است و سیاست یک مقوله دیگر. مشکل کار نظام کنونی در ایران همینجاست که میخواهد هم دکتر باشد هم آیت الله، یعنی جمع ازدان. در نخستین دهه جمهوری اسلامی با تورم عناوین حجت الاسلام، آیت الله و آیت الله العظما روبرو بودیم، زیرا هنوز بسیاری از ایرانیان تصور می‌کردند که دنیا را می‌توان بر اساس دین اداره کرد. محمد خاتمی که به سرعت پس از آغاز انقلاب در نقش حجت الاسلام ظاهر شد، از مردم سالاری دینی سخن می‌گفت، در حالی که خمینی به صراحت تأکید می‌کرد که در حکومت اسلامی جایی برای مردم سالاری نیست. خمینی می‌گفت هر کس می‌گوید قانون اساسی و مشروطه می‌خواهیم، این خیانت است. او تکرار می کرد این علما هستند که اسلام را حفظ کردند. تمام ممالک اسلامی مرهون این طایفه هستند. اینهایند که استقلال ممالک اسلامی را حفظ کردند. او همچنین می گفت رگ خواب مسلمین را ما علما فهمیدیم. قلوب مسلمین را باید با اسلام جلب کرد. رفراندوم، تصویب ملی و انتخابات در قبال اسلام ارزشی ندارد. اسلام که قوانین آن غیر قابل تغییر است. رئیسی تقسیم شده میان دکتر آیت الله با همان تضادی روبروست که دکتر جکیل و همزاد او مستر هاید روبرو بودند. این تضاد در مورد جکیل و هاید با مرگ دومی یا در واقع هر دو پایان یافت. اما در صحنه وسیع‌تر یک کشور مانند ایران، این تضاد را میتوان با یک عمل جراحی مانند عملی که دو قلوهای سیامی را از هم جدا میکند حل کرد. بدین سان دکتر از آیت الله جدا میشود و هر یک به طور مستقل به کار و وظایف خود میپردازند. در اینجا منظورمان تبلیغ سکولاریسم به صورتی که اکنون مد شده است نیست. در واقع بحث بر سر سکولاریسم میتواند مسئله پیچیده ایران بحران زده را باز هم پیچیده تر کند. ریشه بحران کنونی ایران ناکامی فرقه خمینیه در ایجاد یک نظام حکومتی، یک دولت به معنای متعارف آن است. این فرقه نتوانست دولت ایران را ریشه‌کن کند، اما با تضعیف فرهنگ دولت ملت، ایران را برای حل مشکلاتی که همه ملل در دنیای امروز با آن مواجهند، خلع سلاح کرده است. ایران اگر به کنه مطلب بپردازیم، مشکل اقتصادی که غیر قابل حل ندارد. مشکل اصلی ایران مشکل سیاسی است. مشکل دولت ملتی است که گردانندگان آن با اصل و بودش موافق نیستند. خمینی در حمله به فلاسفه و سیاستمداران میگوید آنان میخواستند اسلام را به معنویات محدود کنند، اما اسلام محدود شدنی نیست. بدین سان مشکل اقتصادی ما راه حل اقتصادی و سیاسی ندارد. چرا جمهوری اسلامی به جز کره شمالی تنها کشوری است که نمیتواند با دیگر کشورها قرارداد عادی بازرگانی و همکاری اقتصادی داشته باشد؟ چرا ده‌ها کشور با جمهوری اسلامی یا قطع رابطه کردند و یا مناسبات دیرین خود را در پایین‌ترین سطح نگه داشتند؟ چرا ایران در دوران تسلط خمینی‌گرایان یکی از 5 کشور بزرگ مهاجرخیز شده است؟ آیت الله دکتر میگوید کسری بودجه ام المصائب است و بدین سان بی اطلاعی خود را از نقش بودجه در یک دولت ملت نرمال نشان میدهد. همکنون تمامی کشورهای ثروتمند در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه دارای کسری بودجه‌اند. کسری بودجه اگر برای هزینه‌های جاری یا اتلاف در ماجراجویی‌هایی به سبک قاسم سلیمانی شهید باشد، البته که ام المصائب است.
اما اگر برای سرمایه‌گذاری زیربنایی، آموزش نیروی انسانی مورد نیاز و بهبود محیط زیست و سلامت شهروندان باشد، هم ضروری است و هم سودبخش. آیت الله دکتر نمی‌داند یا وانمود می‌کند نمی‌داند کشوری که دارای چارچوب قانونی قابل اعتماد نیست، کشوری که در آن دست کم 40% از اقتصاد ملی از کنترل دولت خارج است، کشوری که به گفته خود او بزرگترین واحدهای بازرگانی و صنعتی مالیات نمی‌پردازند و کشوری که در آن کرکس‌های وابسته به رژیم مشغول غارت و چپاول باقی‌مانده لاشه اقتصادی‌اند، نمی‌تواند با جذب سرمایه‌های خارجی، تشویق سرمایه‌گذاری داخلی دراز مدت و بهره‌گیری از امکانات طبیعی و انسانی در ردیف اقتصادهای پیشرفته جهان قرار گیرد. آیت الله دکتر به یک تضاد دیگر نیز اعتراف می‌کند. دخالت دولت در بازار و اقتصاد را مفید نمی‌دانم. البته دولتی که در واقع وجود ندارد، یعنی در سطح نمایشی منجمد شده است، نمی‌تواند دخالت مفید و کار را داشته باشد. اما این تصور که اقتصاد بازار آزاد بهترین الگوست، اکنون حتی در زادگاه آن، یعنی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، زیر سوال رفته است. بدون دخالت دولت، یعنی بدون تأمین و تثبیت چارچوب قانونی، هدایت از طریق بودجه و برنامه و آموزش عمومی و هرگاه لازم باشد حمایت از صنایع و خدمات داخلی در برابر رقیبان خارجی، هیچ کشوری نمیتواند در صحنه اقتصاد بین المللی کنونی خود را حفظ کند، چه رسد به این که در ردیف اول قرار گیرد. آیت الله دکتر میگوید اولویت ما حل مشکلات اقتصادی است. پوچی این ادعا با نخستین گام ایشان در این زمینه نشان داده شد. تعیین سرلشکر بازنشسته دکتر محسن میرقائد رضایی به عنوان هماهنگ کننده سیاست‌های اقتصادی. به عبارت دیگر، یک شخصیت تضاد زده و گیر کرده بین دو هویت دکتر و سرلشکر با سابقه نچندان درخشان به عنوان یک دکتر و یک سرلشکر در کنار یک شخصیت تضاد زده دیگر قرار می‌گیرد تا مشکلی را که هیچ یک نمی‌فهمند و تجربه و تخصصی در راه حل آن ندارند به طور معجزه‌آسا حل کنند. گفتیم معجزه‌آسا و بازگشتیم به عالم هپروت امام خمینی که در آن فقط اسلام، آن هم با فتوای علما، میتواند حلال همه مشکلات باشد. آیا به جای دعوت از کارشناسان اقتصادی بهتر نبود که آیت الله دکتر روح روح الله را احضار کند؟ نویسنده امیر طاهری، ایندیپندنت فارسی.